برای درک فیدیکه این یک سفر باور نکردنی بود. از 4 سال پیش از کمر به پایین فلج شد. بعد از اینکه در یک دعوا او را با چاقو زدند. اما حالا درک 38 ساله دوباره میتواند راه برود. به لطف یک درمان بی سابقه در لهستان. در این مدت شما نیمی از بدنتون رو ندارین. هیچ حسی بهش ندارین و اونو از دست دادین. اما الان دوباره همه چی برگشته و زندگی انگار دوباره شروع شده. پزشکان برای درمان او بخشی از سلول‌های عصبی بینیش را به بخش صدمه دیده نخاع پیوند زدند. سلول‌هایی که تشکیل دهنده رشته عصبی بویایی انسان هستند، تنها سلول‌های عصبی که قادر به بازسازی خود در تمام عمر هستند. پزشکان در لهستان این سلول‌ها را به شکاف موجود در نخاع آسیب دیده شخص تزریق کردند. با این کار امکان ارتباط و ترمیم رشته‌های عصبی از دست رفته فراهم شد. انتشار نتایج این ترمیم حالا باعث شگفتی محققان شده. تو داری تاریخ ساز میشی. این اتفاق مهمتر از قدم گذاشتن روی ماهه. کار ما در واقع بازسازی رشته‌های عصبی برای بازگرداندن حرکت اندام‌ها بود. این میتونه شروع درمان احتمالی فلج نخاعی باشه. کسایی که در این تحقیق هستن به شدت مراقبن که باعث امیدواری بی حد و اندازه نشن. برای همین مهم اینه که روند درمانی درک روی بیمارای مشابه و زیر نظارت دقیق پزشکا تکرار بشه تا معلوم بشه که امکان درمان فلج‌های نخاعی واقعا هست یا نه. بودجه لازم برای این تحقیقات با تلاش‌های آشپز با سابقه به نام دیوید نیکولز فراهم شد. پسر او دانیل مدت ها پیش موقع شنا آسیب دید و فلج شد. او می‌خواهد با جمع‌آوری پول به ادامه تحقیقات کمک کند. اگه میخواین علم پیشرفت کنه باید راه پیشرفتش رو باز کنید. هر جوان فارغ التحصیلی که از دانشگاه میاد بیرون مشتاقانه مشغول کار بشه. مثل دکتر بارنارد موقعی که جراحی پیوند قلب رو انجام داد. شاید هنوز برای اینکه فصل تازه‌ای در علم پزشکی نوشته شود کمی زود باشد. اما محققان باور دارند که تلاش‌های اخیر پیام‌آور عصر جدید در این بخش خواهد بود.